بالاخره کنجکاوی برانگیزترین فیلم این روزها دون پارت 2 منتشر شد. سلام چطورین؟ احسان منصوری هستم و تو این برنامه مثل همیشه نه به عنوان یک منتقد بلکه به عنوان یک علاقه‌مند به سینما در مورد فیلمی که دیدم نظرم رو میخوام با شما که رفقامین به اشتراک بذارم. شما هم لطفاً توی کامنت ها در مورد دون نظرتون رو بنویسین که وارد یک گفتمان در حقیقت شده باشین. اینکه اسپویل داریم یا نداریم، شما ممکنه این ویدیو رو ببینید قبلش فیلمو دیده باشید و دوباره بعد از این ویدیو برید فیلمو تماشا بکنید، یا اینکه هنوز فیلمو ندیده باشید. به هر حال میخوام بگم که من توی این برنامه خیلی خودمو محدود نمیکنم و احتمالاً داستان بخشایش اسپویل خواهد شد. چه چیزی در این ویدیو خواهیم دید؟ اول یه خلاصه‌ای در مورد دون پارت 1 بگم که چه اتفاقاتی از نظر داستانی خیلی خلاصه افتاد، بعد میریم توی دنیای دون 2، نظرم رو میگم، در نهایت اون چیزی که من برداشتم از فیلم، معانی که دریافت کردم، و در انتها در مورد پایان بندی خواهم گفت. و یه موردی هم در مورد دون پارت 3 مسیح فهمیدم که فکر کنم برای خودم جالب بود، به شما هم بگم، فکر کنم برای شما هم جالبه. و آخر هم یه چیز در گوشی میخوام بهتون بگم که ممکنه بعضی ها رو ناراحت و عصبانی بکنه، ولی خب در گوشی میگم که همه نفهمن. این روالی است که در این برنامه به شما ارائه خواهد شد. اگه بخوام توی یه خط خیلی کوتاه بگم که دون پارت 1 چه اتفاقی افتاد، امپراتور به هارکونن‌ها دستور داد که از راکیس برن بیرون، اخراجشون کرد. بعد به آتریدیزها دستور داد که برن اونجا حکومت بکنن و اسپایس رو استخراج کنن. بعد از این طرف در پشت پرده خودش هارکونن‌ها رو تقویت قوا کرد تا حمله بکنن به راکیس، آتریدیز ها رو نابود کنن و دوباره راکیس رو بگیرن. چرا؟ چون از محبوبیت آتریدیز ها ناراحت بود و احساس خطر کرده بود و حسادت میکرد، و واقعا هم این اتفاق افتاد. آتریدیز ها به دست هارکونن ها نابود شدن، ولی پاول زنده موند، با فرمن ها، بومی های راکیس هم پیمان شد، و در دون پارت 2 ما آغازی میبینیم برای انتقام از امپراتور و از هارکونن ها، از سمت پاول به کمک فرمن ها. ولی وجهی که برای فرمن ها داره چیه؟ قرن هاست منتظر منجی هن. منجی که بشارتش رو گرفتن، لسان الغیب، مهدی. سوال براشون، آیا پاول همون لسان الغیب بشارت داده شده است یا نه؟ ما در چنین دنیایی در پارت 2 دون مواجهیم. اگر نیاز به داستان مفصل تری دارید از پارت 1، من یه ویدیوی 2 سال پیش ساختم که لینکشو براتون میذارم. توی 10-15 دقیقه تقریبا تمام اتفاقاتی که دون پارت 1 درش رقم میخوره رو توضیح دادم، خیلی خلاصه به زبون ساده. و اگر چیز مفصل تری باز میخواین که خب باید وقت بذارید و دون پارت 1 رو با دقت از نو ببینید. بریم تو دل دون پارت 2. قبل از اون یک راهنمای تماشا بدم بهتون. بچه‌ها، فیلم دون فیلمی نیست که وقتی بی‌حوصله‌ای، خسته‌ای، کلافه‌ای، دنبال سرگرمی، ول بدی خودت روی مبل و ببینیش و لذت ببری. در این صورت احتمال خیلی زیاد لذت نخواهی برد. فارغ از اینکه میتونی این کار رو بکنی یا نه، یا همچنین از خودگذشتگی میتونی انجام بدی یا نه، دنیای دون دنیایی است که تو به عنوان بیننده خودت رو باید وقفش کنی. تا جای ممکن ذهنت رو از پیرامونت و اتفاقات پیرامونیت خالی کنی و با تمرکز کامل بشینی به تماشای دون تا ازش لذت ببری. اگر دون 1 رو در خودت حل کردی و داستان رو کامل به یاد داری، از تلی از ماسه به سختی آمدی بالا و حالا از بالا با دون پارت 2 فرصت تماشا و لذت بردن در اختیارته. اگه اونو کامل فهمیدی. فیلم دستتون میگیره و میبرتت زیر زمین، زیر صحرا، در دنیای شگفت‌انگیز و اسرارآمیز فرمن ها. باعث میشه دوباره آب رو ببینیم. من احساس کردم که تا به حال آب رو نمیدیدم و دوباره چک میزنه توی گوشم که آب چون هست نمیبینیش. فرمن ها آب رو میبینن و قدر میدونن و این رو به ما انتقال میده. توی دون پارت 1 وقتی استیلگار آب دهنشو میریزه روی میز،
نشان احترامش، یکی از فراترین نشانه های احترامه از سمت یک فرمن، چون بخشی از آب بدنش رو بهشون هدیه داده. در دون پارس دو اشک جسیکا رو از روی صورتش بر میداره و میخوره، چون در دنیای فرمن ها در راکیس حتی قطره اشکی نباید آب هدر بدی. آب رو میفهمی با دون پارس دو. واقعا همینجا بهتون بگم که دون پارت دو فیلم بهتری نسبت به یک، حماسی تر، اکشن تر، خوش ریتم تر. خود ویلنوف میگه که چیزی واقعی تر در اون وجود داره. سپیلبرگ میگه یکی از بهترین علمی تخیلی های یک تا به حال دیدم، و کریستوفر نولان میگه هر بار که این فیلمو میبینم چیز بیشتری ازش میفهمم. از نظر بصری این فیلم فوق العاده است، لانگ شات هاش چشم نوازه، و عمیقا منتظرم تا یه نسخه 4K، یه چیزی فراتر از این چیزی که الان در دسترسه، ده 80 که الان در دسترسه واقعا ارضا کننده نیست و بیشتر آتش به جونمون میندازه تا نسخه با کیفیت تری به دستمون برسه و تماشا بکنیم. از نظر بصری بسیار فیلم زیبایی است، ولی فیلم همون اندازه که فیلم تصویره، فیلم صدا هم هست. صدا هم به همون اندازه اهمیت داره. صدا تعلیق سازه. بهتون توصیه میکنم یک بار فیلم رو حتما با هدفون هم ببینید. صدا به دستور میده که بترسی، صدا به دستور میده که هیجان زده بشی. واقعا در اسارت صداگذاری فیلم دون پارت دو گرفتار شدم، و حتی جسارت میکنم و میگم به نظرم فیلم از نظر صدا جلوتره تا تصویر. لحظاتی تعلیق میسازه صدا، حتی اگر تصویر رو در نظر نگیریم. اجازه بدید بگم که در این حال که جلوه های ویژه، چون فیلم جلوه های ویژه هم هست، اساساً هست، فیلم بیگ پروداکشن، جذاب و زیبایی است، یه جاهایی با جلوه های ویژه چه دون پارت یک مثلا در این پلان مشکل دارم. کاملا واضحه برام که کاراکترها و بک‌گراند از هم مستقلن و به هم اضافه شدن. در دون پارت دو هم لحظاتی میبینیم که برام توی ذوق میزد و انتظارم از ویلنوف بالاتر از این حرف هاست، مثل این لحظه که باز هم فضای جلوه های ویژه و اضافه شده توسط سی جی احساس میشه. ولی مثلا از نظر بصری اجرایی که روی کرماسه ها داشتن، خصوصا اون لحظاتی که بلند میشن، خصوصا نوع طراحی و اجرای دهن کرم ها که به نوعی فکر میکنم از همونجا هم میشنون، بی نظیره و تکونم میده. اصلا فیلم از جهات دیگه هم فیلم صداست و صدا اهمیت زیادی توش داره، چون خود کرماسه ها هم بر اساس یک ریتم تکرار شونده صدا و فرکانس های صداست که حرکت میکنن و به سمت یک سوژه ای میرن. دنی ویلنوف توی پارت دو به نظرم به سختی با خودش درگیر بوده، چون کارگردانیه که اهل باج دادن به بیننده نیست و همیشه ما براش در اولویت دوم قرار داریم. اول خودش باید کیف کنه، خودش باید لذت ببره. حاضر نیست به خاطر بینندش ریتم بیش از اندازه‌ای به کارهاش بده. کارگردان صبر و سکوت، پلانهاش بدون تعجیل ارائه میشن و سعی میکنه مکس کنه روی کاراکترهاش و از این طریق به درون کاراکترهاش نفوذ پیدا بکنه. برای دو مطمئنم با خودش درگیر بوده که چه اندازه بها بده به بیننده و سعی کرده یک تعادلی بین استاندارد خودش و بینندش ایجاد بکنه، چون دونه دو ریتم بالاتری داره ولی همچنان استانداردهای دنی ویلنوف رو داره و حتی سعی کرده از نظر بصری به قنای بیشتری برسه. فیلم تلفیقی از زیبایی و وحشت توامانه، زیبایی های بصری و صحنه هایی که تنه میزنه به سینمای ترسناک، مثل صحنه نوشیدن آب حیات توسط جسیکا و اون اتفاقی که برای جنین توی شکمش میفته. هولناکه. و چه بازی گرفته دنی ویلنوف از ربکا فرگوسن. من واقعا این میزان توانایی بازیگری رو در فرگوسن نمیدیدم. بازی ها همه در یک لولی فراتر از استانداردن، ولی خاویر باردم بازیگر محبوب من که همین جوریش دلبرانه هست، حالا فکر کن انگلیسی رو هم با لهجه حرف میزنه، هم اقتدار داره هم رگه هایی از کمدی با خودش وارد قصه کرده، چقدر دلبرانه تر شده، فوق العاده است. همونجور که اسپیلبرگ میگه، دنی ویلنوف بیابون رو مثل اقیانوس
و موج ماسه ها رو مثل امواج دریا به تصویر کشیده. یکی از مشکلاتی که با فیلم دارم اینه که کاشت های رها شده داره. بعضی وقت باعث میشه جدا بشیم برای لحظاتی از فیلم. مثلا بهش میگه که ما تو رو میسپاریم به صحرا، شب باید بری اینجا دووم بیاری، زنده بمونی، جن وجود داره، فلان بیسار. این یه کاشته که ما دوست داریم ببینیم از پسش برمیاد یا نه. کات و بعد اصلا میریم تو روزهای بعدی، اصلا این کاشته برداشتی براش اتفاق نمیفته، نمیبینیم چه شد. ولی انقدر روند داستانی حماسیه که اجازه نمیده تو در این رخوت دقایقی در میانه داستان باقی بمونی و یهو یه چک محکم میزنه، یه عطف فوق‌العاده رقم میزنه و باز فیلم رو میکشه بالا. فیلم در پارت دو قراره که عاشقانه ای تو امان با حماسه باشه، یک عاشقانه حماسی ارائه بکنه. پس مسئله عشق هم درش مطرحه، اما اون اتفاق درونی، اون تأثیرگذاری عاشقانه به من انتقال پیدا نمیکنه. ارتباط حسی بین پاول و چانی برام اونقدری که باید معنادار نمیشه و تحت تأثیر عشقشون قرار نمیگیرم. بذار مثال بزنم. وقتی ما در فیلم اواتار با جیک سالی وارد دنیای اواتار میشیم، عشقی که براش رقم میخوره، یک جهان جدیدیه که ورود میکنه بهش دیگه. همونطور که پاول در دون وارد یک جهان جدیدی میشه و با چانی آشنا میشه و یک عشقی میخواد رقم. اگه از نظر حسی همین رو بیایم مقایسه بکنیم با پاول و چانی، به نظر من از نظر احساسی و از نظر کشش و از نظر اتفاقی که در مغز ما رقم میزنن هر دو فیلم در این لحظات عاشقانه غیر قابل مقایسن. با تمام وجود دلمون میخواد که جیک سالی برسه به دختر، ولی اینجا من خیلی نمیفهمم چی میشه که این عاشق هم دیگه میشن. سکانس کرم سواری پاول نقطه عطف موفقی است. لحظه نزدیک شدن شای هالود، اون کرماسی بسیار بزرگ، به پاول در اون لانگشات از پشت پاول داریم تکونم میده و صدا می افزاید بر تصویر، خصوصا تا قبل از اینکه سوار بشه همه چیز داره منو تحت تاثیر قرار میده. صدا، تصویر، بازی، همه چیز. یکی دیگه از ویژگی های برجسته فیلم دون ویلن هاشه. ویلنش بارن به اندازه کافی ترسناکه و حتی یک درجه از اون پایین تر هم ترسناکه و فقط به همین قناعت نمی کنه. نابرن هم ترسناکه، حتی از اونها شاید ترسناکتر. هید روتا که شخصیتی روان پریش داره و مثل حیوان وحشی به تصویر کشیده شده. ببینید، ما اینقدر فیلم دیدیم و اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتیم که سخت تحت تأثیر قرار می گیریم حالا. ولی توی سکانس زیبای گلادیاتورها اون موج منفی که از آدم‌ها و فضا باید بهمون انتقال پیدا بکنه چنان میکوبه تخت سینمون که نمیتونیم جلوش بیستیم. سکانس مبارزه گلادیاتورها همونیه که فکر میکردم. سرزمینی که خورشید سیاه داره، تصمیم گرفتن با دوربین‌های مادون قرمز بگیرنش. این فقط به سیاه‌سفید بودنش قناعت نمی‌کنند. سیاه سفید مادون قرمز. کاراکتر دهنش رو که باز می‌کنه شبیه یه سیاه چاله میشه، شبیه چیزی که انگار هر لحظه ممکنه همه چیز رو بکشه تو. هولناکه، چشم ها رفته تو و سیاه مثل حشره، هر لحظه انگار ما رو هم ممکنه ببله. یکی از ویژه ترین لحظات فیلم برام. فیلم بود سیاسی داره، فیلم بود اعتقادی داره. تاکید میکنم اینجا با نظرات من کاری نداریم، اینا برداشت های من از فیلم، چیزی که خالق میخواد بگه. به نظرم داره در مورد این حرف میزنه که چگونه مردم یک سرزمین رو طی قرنها سوق میدی به سمت مد نظر و حالا با القا و البته توانایی های تربیت شده یک فرد رو تبدیل به پیامبر میکنی. اگه دقت کنید شکل رفتار و دیالوگ گفتن استیلگار که همش دنبال مشابه سازی با اون نشانه های بشارت داده شده با پاوله، توش یه حماقتی هم انگار پنهان شده، میخواد این رو فیلمساز انتقال بده. روند تبدیل شدن پاول از یک آدم متواضع و مثبت به یک شخصیت مسیحایی سیاه رو فیلم داره به تصویر میکشه. اصلا فکر نکنید که پاول قراره قهرمان باشه. پاول احتمالاً در دون پارت 3 یک ابر شرور خواهد شد. نشانه های روشنش رو دیدیم. جلوی همگان اولین کاری که کرده اینه که به عشق خیانت کرده. پیش بینی میکرد جنگی که به راه خواهد افتاد به واسطه او میلیاردها نفر رو
از بین خواهد برد، ولی جنگ رو عملاً شروع کرده و شخصیت شانی دقیقاً مقابل این ایستاده و منتقد این شکل تفکره، چون میدونه باعث نابودی مردمش خواهد شد. حالا با یک شخصیت جدید از پاول همه چیز آماده است برای پارت سوم، آغاز مسیری به سوی تاریکی. شاید این سوال پیش بیاد که اگر نگاه خالق به مقوله منجی بودن پاول منفیه، چرا در پاول واقعا توانایی های خارق العاده نشون میده؟ به نظرم میخواد بگه که در دنیایی که تکنولوژی قرن هاست ممنوع و محدود شده، علوم دیگه تقویت میشن، مثل علوم غریبه. آدم ها وقتی تکنولوژی در دسترس ندارن، ممکنه یک قومی بیاد مثل قوم بنی جزریت و طی قرنها تلاش بکنن تا دسترسی پیدا بکنن به ماورا، و چه بسا دسترسی پیدا بکنن و بتونن آدمهایی رو تربیت بکنن که دوچار و دارای قدرتهای ماورایی باشن. پاول به وضوح کاراکتر بزرگی است، به وضوح توانایی‌های ویژه‌ای داره، اما مسیر میبرتش به سمتی که تبدیل به شرور بشه. در طول تاریخ آدم‌های برجسته‌ای داشتیم که توانایی‌های ویژه‌ای واقعا داشتن، ولی تبدیل شدن به دیکتاتورهای بزرگی که باعث مرگ میلیون‌ها نفر شدن، مثل ناپلئون، مثل هیتلر. شاید از تو سوال شده باشه که آنیا تیلور جوی بازیگری توی این لول یه سکانس. به وضوح آنیا تیلور جوی یک کاشت برای اینکه در پارت سوم ازش دنی ویلنوف برداشت بکنه، همونجور که کاراکتر زندایا چانی در پارت یک فقط 6 7 دقیقه حضور داشت و توی پارت دو یکی از کاراکترهای اصلی شد، آنیا تیلور جوی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد. یه نکته ای رو که امروز متوجه شدم اینه که برای پارت سوم ما قراره که یک پرش زمانی 12 ساله داشته باشیم. دقیقاً از اونجایی که پارت دو تموم شده، سه شروع نمیشه. به همین دلیل دنی ویلنوف میخواد چند سال صبر کنه تا تیموتی شالمه بزرگتر بشه و چهرهش پخته تر بشه تا بتونن اون سالها رو روایت کنن. حالا وقتی فیلم جوری تموم میشه که در آستانه یک جنگ بزرگ با قوم‌های دیگه، چون قوم‌های دیگه اومدن این بهشون پیام داده که با من باید پیمان ببندید، پاول بهشون گفته با اونا نپذیرفتن، قاعدتاً جنگی احتمالاً رخ خواهد داد، چجور میشه که از این بگذاریم نظر داستانی؟ احتمالاً توی فلاشبک ها نشون میده که چه اتفاقاتی بعد از اون اختلاف نظر و به اسارت گرفتن امپراتور برای پاول رخ میده. در نهایت میخوام بگم که فیلم به نظرم فیلم خیلی خوبیه، در کنار چیزهایی که ممکنه از درونش باهات سازگار نشده باشه و ازش لذت نبرده باشی، ولی نمیتونیم بگیم که فیلم بزرگی نیست، فیلم زیبایی نیست. واقعا با تمام وجود دوست دارم که یه نسخه با کیفیت تر ازش دوباره ببینم با تمرکز از ابتدا تا انتها. ولی میخوام یه چیزی در گوشی بهت بگم. دوست داشتم همین داستان رو به جای دنی ویلنوف نولان میساخت. با تمام وجود دلم میخواست که چیدمان داستانی نولان رو ببینم، شخصیت پردازی نولان رو روی این کاراکترها ببینم، و دلم میخواست ببینم دنیای دون با کمترین میزان استفاده از جلوه های ویژه در نسخه نولانی چگونه به تصویر کشیده میشد و چجور به نظر میرسید. دوست داشتم دیگه، ولی همینم خوبه و خوشحالم که فرصت و شانس تماشای چنین فیلمی رو داشتم. نظرتون رو در مورد دون تلماسه نسخه دنی ویلنوف بنویسین و مثل همیشه با هم دیگه در تماسیم و مثل همیشه خیلی مخلصم.